کار به هر صورت جسورانه انجام دادی و حالا فیدبک هاشم که داریم میبینیم فیدبک های متفاوت و جذابی بوده. زخمی که بهشون زدیم کاری نبود. الان رسانه های در واقع اصولگرای تند خیلی به تو حمله میکنن، تقریبا از بعد از درخت گردو و سر شیشلیک هم خب خیلی چیز شد و سر زخم کاری یه اوج گرفت دیگه. یعنی روزانه گاهی مثلا سایت هایی که حالا اسمشو لیازی هم نیست بیاریم ولی همیشه هستن که اینکه حالا حسین مهتبیان عوض شده، تغییر رویه فکری داده و داره مسیرشو جدا میکنه، مخملوف جدیدی داره میشه و قطعا خوندی. از اون طرف خب رسانه هایی که به اصطلاح حالا روشن فکری هن یک جور دیگه اپوزیسیونن، یک جور دیگه مثلا چیز میکنن، نمیخوای صحبت کنی درباره این قضیه. تو عوض شدی؟ نه ببین اول عوض شدی چیز بدی نیست، چیز بدی نیست. یعنی که اصولا ما اصولا در تغییریم، هممون در حال تغییر و تحولیم، اما اون عوض شدن من میفهمم معنیش چیه، اونو میگم نه. یعنی اینکه کسی که میگه عوض شدی، یک من همیشه میگم سوال محصول ابهام اگر باشه آدم بهش میتونه جواب بده، ولی سوالا گاهی اوقات محصول داوریه. یعنی میخواد بگه که وقتی میگه تو عوض شدی، میخواد بگه تو عوض شدی. یعنی علامت سوالی که پشتش میذاره رو فقط برای اینکه شکل سوال پیدا بکنه میذاره پشتش. در واقع یه گزاره خبریه و یه علامت سوال میذاره پشتش که در واقع نظر خودش رو در قالب سوال بده. اینکه آدم ها تغییر میکنن و دچار تحول میشن، دچار فهم جدید میشن نسبت به دنیای پیرامونشون، اصلا اگه نباشه که خیلی ابلهانه است. ما اصلا زندگی میکنیم برای اینکه روز به روز تغییر بکنیم. 40 سالگی من با 20 سالگی مگه فرقی نداشته باشه؟ که واقعا یعنی نباید اینجوری باشه. من از ایستاده در غبار که اومدم، یک کسایی توی در واقع بدنه مثلا رفقای حزب اللهی و اینا بودن که میگفتن آقا این شبیه ما نیست، این از ما، حواستون باشه، این مثلا ببین چی داره میگه اینجای این سکانس رو ببینا. خب یک کسایی هم با مثلا خوشبینی بیشتر میگفتن خب آقا یه کاری داره میکنه مثلا برای قهرمان ملی مثلا کشور فلان، چه ارادی داره، فیلمش هم خوبه، چرا هی میخواید چیز کنید. از اون ورم به خصوص باز بعد از ماجرای نیمروز از اپوزیسیون هم کسایی میگفتن که ببین این آدم یه جایی، این از اونجا اومده، ببین فیلم قبلش مال فلان ارگان بوده، نمیدونم بهمان، اینها این بوده از ابتدا. از ابتدا به شکل خفیفی بوده. فقط نکته اینجاست که هر فیلمی که من رفتم جلو در واقع تعداد اینها بیشتر شده و این چالشه هی شدیدتر شده. این شبیه سازی مثلا به نمیدونم مخمل باف و آقای حاتمی کیا، من نمیدونم، حالا اینا واقعا خیلی بامزه است. سری مثلا این ور حزب الله میگن که این دارن شبیه سازی میکنن، میگن این مثل مخمل باف، اون ورم مثلا چه میدونم اپوزیسیون میگن ببین این حاتمی کیا یه نسل جدیده و فلان. وقتی میگه مخمل باف، منظورمون از این که مثلا فلانی مخمل باف شده چیه؟ اگه من فیلمساز خوبی مثل آقای مخمل باف یا مثل آقای حاتمی کیا شده باشم و من فیلمای من شما رو به یاد فیلمای خوب اونها بندازه، از جفت این اطلاق ها این فحش مگه؟ من رو دارن با دو تا از فیلمسازای تاریخ مهم تاریخ سینمای معاصرمون مقایسه میکنن، دستشون درد نکنه.